طرح نمایندگان آمریکایی برای ابطال ویزای فرزندان مقامات ایران در آمریکا. جو ویلسون نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا روز دوشنبه 28 آذر ماه از طرح جدید قانونگذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی دستاندرکار سرکوب در این کشور خبر داد. همزمان با ورود اعتراضات ایران به ماه چهارم، شماری از قانونگذاران در کنگره آمریکا تصمیم دارند از وزارت خارجه این کشور درباره حضور و نوع اقامت بستگان مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب مردم دست دارند بازخواست کنند. این طرح را دو نماینده جمهوری خواه و دو نماینده دموکرات به نامهای جو ویلسون، جاش گاتهایمر، کلودیا تنی و ویسنت گونسالس برای ابطال ویزا و اقامت اعطا شده به بستگان سرکوبگران حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا ارائه کردند. این طرح در صورت تصویب به وزیر خارجه آمریکا دستور می‌دهد بررسی کند که آیا گروه گسترده‌ای از مقامات ایرانی از جمله اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دفتر علی خامنه‌ای و نیروی انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها در این کشور حضور دارند یا خیر. این بررسی شامل ویزای دریافت شده و نیز درخواست برای دریافت ویزاست. بر اساس متن این لایحه پیشنهادی، هر گونه روادید صادر شده برای افرادی که در نقض حقوق بشر و فساد گسترده در ایران دخیل هستند باید لغو شود. جو ویلسون از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح گفت با توجه به اقدامات رژیم قابل قبول نیست که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده آنها ویزا داده شود تا به ایالات متحده بیایند و از همان آزادی‌هایی بهره‌مند شوند که شهروندان ایران تنها رویایش را دارند. آنطور که در این لایحه آمده، این ممنوعیت‌های ویزا قابلیت تعمیم به افراد خانواده نزدیک ناقضان حقوق بشر را نیز دارد. علاوه بر افراد دارای اقامت و ویزا، هنوز مشخص نیست چه تعداد از مقامات ایرانی و فرزندان آنها به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند. یک مقام سابق آمریکایی میگوید که وزارت خارجه سوابق مقامات ایرانی و بستگان آنها را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر میکنند نگهداری میکنند. گزارش‌های رسانه‌ای قبلاً چند تن از بستگان مقامات ایرانی مقیم آمریکا را شناسایی کرده بودند. از جمله فرزند معصومه ابتکار که در جریان تسخیر سفارت در سال 1979 به عنوان سخنگوی گروگانگیران عمل می‌کرد.